با عرض تومیان دو بادرود فراوان، حالا سلام، کلمه عربی درود فراوان فارسی ایرانیه. چند سال میان به من میگن از رگ گردن بهت نزدیکتریم، میکشیمت، بیا توبه کن، بیا نمیدونم درست شو. 120 بار فقط پیجامو زدم، تو سایتاشون زدن هادی صادقی به درک واصل شد، اینجور حرفا. ما میام درباره خامنه ای صحبت میکنیم، میگن نایب امام زمان، جدش قویه، امام خودتو به چی فروختی؟ توهین نکن به ادیان. درباره خامنه ای میام میگیم دینتون کشت و کشتاره، تو قرآن نوشته، باز میگید چی؟ توهین نکن. بیر بو یعنی چی؟ ما هر حرفی اومدیم بزنیم توهین نکن آقاتون. چرا؟ به کافر به چی میگید؟ نجس به چی میگید شما؟ اینا توهین نیست؟ خودتون میگید کامل ترین دین، دین اسلام، یعنی هیچ دین رو شما قبول ندارید. شما من احترام بذارید، هم قرآن خودتون میگید کامل ترین دین، دین اسلام، بقیه دینا به درد نمیخورن. خب این همه توهین بی احترامیه دیگه. خب من روزی که این کارو شروع کردم پی همه چی رو به تنم مالیدم، الان بمیرم یه ساعت دیگه بمیرم، ولی خب انسان یه بار به دنیا میاد، یه بار از دنیا میره، دینه همه میدونن. حداقل با شرافت این دنیا برم، حداقل حرفامو زده باشم. من که مملکتم آواره شدم، 6-7 سال در بدرم، یا خیلی از ایرانی های دیگه وطنمو دین اسلام اشغال کرده دیگه، 41-2 ساله. حداقل حرفامو بزنم، من که بی وطنم الان، در بدرم، آوارم، اینجا هم نتونم حرفامو بزنم، ناراحت میشه به یه ورش. نه یا گوش نکن، نگاه نکن، حالت بد میشه، نگاه نکن. مگه من تا حالا شده بدم پیجه بسیجی؟ مگه من تا حالا شده بدم تو لایو یه دونه بگو اسمش آخوند؟ هیچ موقع به خودم همچین اجازه رو نمیدم. حالت بد میشه، مسلمونی، جلوی دونستان مقاومت میکن، نمیخوای قبول کنی که تا این دست رفته بهت این دینو قبول کردی، دین کشت و کشت داره، زورت میاد. نگاه نکن عزیز من، اول آخرم آره آقا منو میکشه، من بروسلی نیستم که، اونم تو فیلم ها بود. حالی نداره کشتن یه آدمی زاد، چه کار داره مگه؟ یه نفس دیگه میاد بر، ولی خب ما هم پشمک نیستیم بالاخره، ولی خب اول آخر میکشم. خب دین اسلام کشت و کشت داره، منم میخوام همینو به جهانیان ثابت کنم. بس از من نیا، حالت بد میشه نیا. من بارها هم گفتم، هی توضیح دادم، طرف میاد کامنت مینویسه من تو دینی که توش کشت و کشتار باشه، شلاق، اعدام، من هیچ احترامی به اون نمیذارم و حرفام هم میام. اگر نظر شما توهینه اصلا مهم نیبره من، نظر شما بسیجی ها و سپاهی ها و آخونده و بچه هیگتی ها و من احترام نمیذارم به دینی که سنگسار داره، اعدام داره، دست قطع کردن داره. من احترام نمیذارم به اون دین، همه جا هم میگم بیا سرمو ببرید تا این حرفا رو دیگه نزنم. مگه اینکه سرمو ببرید دستم خلاص شد، تموم شد رو. نه آقا حالت بد میشه نه یا، و نمیتونی هم راه من عوض کنی. آی توبه کن، توبه کن، چه توبه ای کنم؟ من همینم، من هادی صادق بگیم همینم، اعدامم در نمیارم همینم. یارو میاد کامنت میرسه قیافت تو درست کن، دندونات تو درست کن. آقا تو چی کار داری؟ مگه میخوای بهم بدی؟ مگه میخوای با هم ازدواج کنی؟ من فقط دارم حرفمو میزنم دیگه. 40 سالم هم شد، 37-8 سالم هم شد دیگه، مهم نی برام. من مملکتم آواره شدم، من هر روز برای من مرگ اینجا، هر چه زودترم بمیرم بشکم میزنم. خواهی خودکشی ندارم، تا الان داشتم 100 بار چی خودم خلاص کرده بودم، دارم عذاب میکشم تو غربتم دیگه، از وطنم دور دارم، میبینم وطنم رو اشغال کردن، نمیتونم آقا. حالا به هر عنوانی غیرت نداشتیم بریم کف خیابون، یا نبودیم اینجا بودیم، دمشون گم اونایی که رفتن جونشون رو دادن برای وطن. آبان ماه 98 دیدیم دیگه، دمشون گم، درود به شرفشون. بابا کن شهید وطن، من به اونا میگم بی ناموس آخونده اومدن به اونا گفتن اشرار و اراذل و باش و
دختر 14 ساله رو زدن کشتم، یه نرازلواش بوده، این از سمت دشمن اومده. درود به شرفشون، یادشون گرامی. حسرت میخورم، یه کاش منم لای اونا بودم، یه تیر میخورد اینجام، تمام شدم میرم. چه زندگی نی برای من، وطنم به دورم، اینجا با این همه قشنگیاش برای من زندونه. طرف میاد کامنت، آلا چجوری رفتی ما هم بیان چجوری؟ بابا این سوال هم من نکنید، من هر ساعتش هر روزش برای من عذاب، اینجا هیچ جا برای من ایران نمیشه. وجب به وجب ایران من دوست دارم، شمال تا جنوب، آذربایجان، کردستان، ایران رو دارم میگم، شمال، تهران، عشق میکنم. وقتی دورم، وقتی میبینم دارن این آخونده مملکت منو به تاراج بردن، ثروتمندترین دومی یا سومی ثروتمند کشور دنیا، این اولی سومی یا چهارمی مردم ایران، برو ببین بنده خدا 100 تا سال یه سریاشون دارن نون پیدا میکنن، سفرهاشون خالیه، طرف یک سال رنگ گوشتو ندیده، طرف از یک سال رنگ میوه رو ندیده، همش باعثش چیه؟ دین اسلام دیگه. این آخونده، آخونده کس ننه من نیومده که، تمام پول نفت و گازمونو میدم به خرج سوریه و لبنان و اسرائیل رو نابود کنیم. بابا بی ناموسه، مردم دارن از گشنگی میمیرن. اتم بسازیم، هلال شیعه ای درست کنیم، به کشورهای شیعه کمک کنیم. جاکشا نبودن، این اسلام نمیاد، این آخونده قدرت نمیگرفتن، اینجوری بلا سر ما نمیومد دیگه، آواره نمیشدیم 8 میلیون 9 میلیون. عذابی هم که ما ایرانی از اسلام دیدیم هیچکی ندید. اسلام واقعی همون آخوندان که دارن میکشن و اعدام میکنن و الان هم که میگن خامنه نایب امام زمانه، خواهی داری بالای چشت بگو بالای چشت خامنه ابروه، مثل دیگه میبرن اینجوری. آقا حالت بد میشه، یکی میگه توبه کن، اون یکی میگه آقا من دارم حرفامو میزنم، حالت بد میشه؟ نه یا عزیز من، من کل توضیح ها رو دادم، کلیپام هست، من مشکل دارم با دین اسلام، چون اذیت کشیدم، آوارا مملکت من اشغال کرده، بازم دارم که من دینی که توش کشت و کشتار و اعدام باشه، به زن هیچ ارزشی قائل نشه، بیچاره زن یا باید روسری سر کنه یا باید زیر چادر باشه. چرا؟ چون مسلمان های مرد های مسلمان تحریک میکن، من نمیدونم مو دیگه مثلا تحریک چی میشی، تو با مو تحریک میشی؟ بچه من 6 سال اینجا تحریک نمیشم، پاچه میبینم، کلوچه میبینم، مو میبینم. چرا فقط زن؟ اینو برده دیگه، زن فقط برای آره دیگه، برای آشپزی و برای این کار. بچه دیده آخونده یا مسلمان های مثلا ایران خودمون، زنی چه ارزش قائل نمیشن، تو قرآن هم نوشته دیگه، آی زن نصف دیه من، هیچ، یعنی به زن بی احترامی کرده، به حیوان، سگ نجس، نمیدونم به کل ادیان، کامل ترین دین ماییم، کافر، نجس، جهاد، کفار، یعنی چی؟ اینا بی احترامی نیست؟ تو برو لای قرآن بشین بخون، توهین چیه؟ مال تو مال و مال ما بیت الماله، فقط نوک دماغ خودتون رو میبینید. اینجا من این صحبت، ایران که نمیشد این صحبت ها رو کنیم، میگیرن جر میدن آدم رو دیگه، غیر اینه؟ اینجا هم من بیام بترسم؟ نهایت میخوشن هم دیگه، یه بار آدم به دنیا میاد، یه بار هم از دنیا بره، حرفم یک نفر به یک نفرم تأثیر بذاره که عامل بدبختی ما این چیزا هست، بر من کافیه. حالت بد میشه؟ نه یا عزیزم، منه که نمیتونی عوض کنی، نمیتونی که خودم جر بدی، من دیگه نمیتونی مسلمون کنی. من اومدم اینجا دیدم تو بلایی سرمون اومده، دیدم دیگه عامل بدبختی اونچه. اینا چرا دارن خوب و خوش و خورم زندگی میکنن؟ زن آزادانه هر جور دوست داره زندگی کنه، هر کی اینجا آزادانه میتونه دینش انتخاب کنه. بدبختی میای 1000 تا دلیل میاریم که دین اسلام اینجوری اومدن، میرم باز حکم اعدامتو میدن. برید ببینید سوره بقره، هر کی دین اسلام بیاد بیرون مرتده، خونش حلال، ناموسش حلال، پولش حلال، برید نگاه کنید دیگه، برید بخونید، میام برید نگاه کنید. اینم قبول ندارم، این توهین نیست. اما حالا اینجا خب حرفامون داریم میزنیم، حالا 4-5 سال داریم میزنیم، حالا امسال بکشن، ماه بعد بکشن، یه رو بیه بکشن، آقا حالت بد میشه؟ نه یادی تموم شد رفت.